بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما بینندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند. در مصدر شما هستیم. خبرهای ساعت 14 رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. اجتماع میلیونی عزاداران رضوی در مشهد الرضا کانون اظهار ارادت و محبت ایرانیان به اهل بیت علیهم السلام. عزاداران رضوی امروز در آخرین روز سفر و در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام با حرکت در خیابانهای مشهد وارد صحن و سرای امام رؤوف می شوند. خیابانهای اطراف حرم سرشار از زائرانی است که خود را از دور و نزدیک به پایتخت معنوی ایران رساندند. اینجا میادگاهی است برای عاشقان امام هشتم علیه السلام از سراسر ایران. اهل کجاست؟ نیشابور. شهرستان بازرگان. از زنجان اومدم. شهرستان گناباد. روستای رباط سفید. تهران. رفسنجان استان کرمان. شهرستان قاین. آنها به نیابت از تمام عاشقان امام مهربانی ها در این مسیر قدم میگذارند. برای ما که از اربعین جا موندیم از اون پیاده روی الان قدم زدم به سمت گنبد واقعا توصیف نشدنی حالش. هر جای دنیا که باشی دلت پیش امام رضاست. حالا همه در مشهد الرضا مهمان حضرت شمس و شموس هستند. یه سال کاملا عاشقانه، مردم دلداده ای که برای عرض تسلیت به آقا امام زمان حضور پیدا کردن در مسجد شریف ولی نعمتمون آقا امام رضا. باید امام رضا به طلب اینجا باشی، تو این روز، تو این دقیقه، تو این ساعت باید امام رضا بخواد. وصف نشدنیه دیگه، عشق امام رضاست دیگه. انشالله که دیگه بتونیم اون اجر عزاداری رو بگیریم از آقا. قابل وصف کردن نیست، مثل پیاده روی اربعینه. از برکت امام رضا همه جا شلوغ شده. هر کس اینجا از میزبان خود خواسته ای دارد. سلامتی، دل خوش برای کلیه هموطنان، عاقبت به خیری همه جوونا باشه، فرج آقا امام زمان، شفای همه مریض ها، شفای همه مریض ها. از امام زمان میخوام حاجت دل این مردم رو بده، فرج آقا امام زمان برسه. ظهور آقا امام زمان، سلامتیشو، سربلندی همه مردم ایران، همه ملت دلشونو بدن به امام رضا و هر چی که میخوانو بگیرن. و این تنها گوشه ایست از حس و حال عاشقانه مشهد الرضا در روز شهادت امام هشتم علیه السلام. عاشقان اهل بیت علیهم السلام از سراسر ایران به مشهد الرضا آمدند تا مزد دو ماه عزاداری خود را از امام مهربانی ها بگیرند. علی اکبر علی آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس. بله، حالا برای اطلاع از حال و هوای حرم صامن الحجج و برنامه های سال روز شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام گفتگو میکنم با مدیر عالی حرم مطهر رضوی. آقای خوراکیان، من خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. بفرمایید که آخرین آمار تشرف به حرم رضوی تا کنون چند نفر بوده و یا آماری از زائرانی که همزمان با دهه پایانی ماه صفر به مشهد رسیدن دارید تا برای بینندگان اعلام کنید، ضمن اینکه برنامه های امشب و امروز حرم رضوی رو هم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا اول حسن یا علی ابن موسی و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب دارم محضر جناب عالی و همه بینندگان عزیز و نایب و زیاره همه انشالله خواهیم بود. در روزهای پایانی ماه صفر حدود 7 میلیون نفر به مشهد مقدس مشرف شدند و رکورد تشرف روزانه به حرم مطهر با 1,658,000 تشرف در 24 ساعت جابجا شد و امروز از صبح مجموعه هیئت‌های عزاداری، مردم عزادار در حرم مطهر به عزاداری پرداختند و حماسه زنان نوقان در حرم مطهر با حضور بانوان تجدید یاد شد و مراسم خاصش برگزار شد و امروز بعد از ظهر هم در حرم مطهر مراسم چهارپای خوانی و عزاداری برگزار خواهد بود و بعد از نماز مغرب ماش مراسم آیینی شام غریبان که عرض تسلیت خدمه حرم مطهر به محضر مولاشون حضرت رضا علیه السلام هست رو خواهیم داشت. انشاءالله. خیلی متشکرم آقای خوراکیان، ممنونم از گزارش شما و با شما خداحافظی میکنیم. رئیس جمهور در پایان برنامه های سفرش به مشهد در جامعه الحسین رزمندگان اسلام حضور یافت.
آقای پزشکیان که با استقبال آقای قالیباف رئیس مجلس در این هیئت حضور یافته بود با عزاداران امام رضا علیه السلام همراه شد. رئیس جمهور همچنین با حضور در موکب حضرت نجم خاتون که به همت جمعی از دختران دهه 80 اداره می شود با فعالیت های آنها از نزدیک آشنا شد. سعی دارم با فکر کودک دارن که بچه ها رئیس جمهور دیشب نیز در دیدار با تولیت آستان قدس رضوی، حفظ وحدت، همکاری و تعامل با یکدیگر را تنها راه غلبه بر مشکلات دانست. آقای پزشکیان ضمن تاکید دوباره بر شایسته گزینی در انتصابات گفت همه تلاش دولت این است طوری عمل کند تا مردم از نظام، انقلاب و حکومت رضایتمندی بیشتری داشته باشند. ارادت ایرانیان به شمس و شموس، سامن الحجاج، علی ابن موسی رضا علیه السلام نه زمان می شناسد نه مکان. نه فقط میلیون ها ایرانی که به مشهد رفته اند بلکه باقی هموطنان نیز این روزها از دور و نزدیک دلهایشان را روانه حرم رضوی کرده اند. صبح مصر بقا در همه عالم توی بیلم تابیم و سن و سیبینه چوه بر اصرم چوکا سی خوبینه هر کیم یا هر کیم پیش تو سر وزیر راه و شهرسازی در سفر به مشهد از فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد و نحوه خدمت رسانی به زائران رضوی بازدید کرد. خانم فرزانه صادق بر تسریع در هوشمندسازی و ارتقای خدمات هوشمند فرودگاه شهید هاشمی نژاد، ایستگاه قطار شهید رئیسی و پایانی مسافری امام رضای مشهد تاکید کرد. در این خصوص می‌خواهیم که گفتگو کنیم با وزیر راه و شهرسازی که الان در مشهد هستند. خانم صادق، من خدمت شما عرض سلام دارم. با توجه به سفر میلیونی زائر در دهه پایانی ماه صفر به مشهد و ضرورت نظارت دقیق بر همه بخش‌های حمل و نقل ریلی و هوایی و جاده‌ای تا بازگشت همه زائران رضوی، بفرمایید که امسال نظارت‌ها چه آثاری داشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مردم شریف و نجیب ایران. عرض تسلیت دارم شهادت امام رضا علیه السلام رو. بنابر پیش بینی هایی که سالیانه انجام می شد
و اقدامات پایشی که از چند روز قبل، از ماه قبل آغاز شد، مبنی بر این که سهولت تردد زائران، دلسوختگان امام رضا، به بهترین نحو انجام بشه. این کارا انجام شده. من امروز صرفاً به جهت پایش حضوری و ارتباط نزدیک با مردم، با زائرینی که آمدند و زائرینی که زیارتشون رو انجام دادن و در حال سفر و بازگشت به خانه های خودشان هستند، هم از فرودگاه و هم از پایانه حمل و نقل و در ادامه بعد از این مصاحبه انشاءالله راه آهن رو حتما سری خواهم زد. در دو بازدیدی که انجام دادم، خب توفیق حاصل شد که با مردم هم صحبت کنم. این توفیق باز هم حاصل شد که من با نمایندگان صنف‌های حمل و نقلی و رانندگان زحمتکش بتونم یه گفتگوهایی رو داشته باشم. سرکار خانم، شما مستحضرید اربعین تازه تمام شده و ما به 28 سفر رسیدیم، دهه آخر سفر. قطعا و یقینا صنفی که داره پشتیبانی میکنه حمل و نقل رو، خصوصا حمل و نقل جاده‌ای و ریلی رو، زحمت بسیاری رو کشیدن. بخش خصوصی و رانندگان زحمت زیادی رو متقبل شدن و انشاءالله با توکل به خدا و برنامه ریزی هایی که انجام شده، در این دو روز آینده هم تلاش بر اینه که به بهترین نحو بتونیم سرویس دهی بکنیم. پیشبینی ها نشون میده که حدود 5 میلیون زائر آمدند و زیارت خودشون رو انجام خواهند داد و خب این 5 میلیون نفر در این دو روز آخر بیشترین خروج رو خواهند داشت. از 100% زائری که آمدند و به زیارت خودشون پرداختن، 80% این زائران از طریق جاده وارد شدن، چه بین استانی و چه درون استانی، و 10% رو ما با وسیله ناوگان حمل و نقلی که اتوبوس ها زحمتش رو کشیدند، و کمتر از 3% هوایی و حدوداً 7% ریلی وارد شدن و خارج خواهند شد. و این برنامه ریزی ها طوری انجام گرفته که ما کمترین مشکل رو برای ورود و خروج داشته باشیم. البته من باز هم عرض می کنم از امروز بعد از ظهر و فردا و پس فردا ما بیشترین خروج رو خواهیم داشت و برنامه ریزی هامون طوری بوده که هم تعداد پرواز هامون، هم رام قطار هامون و هم اتوبوس ها جوری برنامه ریزی بشه که معطلی بسیار کمتری داشته باشن. این نکته هم البته باید عرض بکنم، در برنامه ریزی هایی که انشاءالله برای سال آینده خواهیم داشت، چون تعداد زائران رو در این روزها ما هر سال داریم، به شدت پیگیر این هستیم که با طرح مسئله در دولت بتونیم ناوگان رو طوری تجهیز بکنیم که مشکلات برای سایر نقاط کشور هم به وجود نیاد. این رو حتما در دستور کار داریم و امیدوارم که امسال هم به بهترین نحو این خدمات رسانی انجام بپذیره. خانم صادق، در روزهای اخیر ما گزارش‌های مبنی بر کمبود بلیط در بخش‌های مختلف به دستمون رسیده بود. در بازدید میدانی که داشتید، این کمبود رو چطور ارزیابی کردید و چه راهکاری دارید برای بازگشت زائران در روزهای آتی؟ با توجه به اینکه در این دو سه روز، خصوصا از دیروز و تا جمعه، بله، پیش‌بینی می‌کردیم که تعداد خروج زائرانمون بیشتر بشه، ما تعداد اتوبوسی که اضافه کردیم، 2000 اتوبوس اضافه شده. من بازدیدی که انجام دادم واقعا تعداد اتوبوس چشمگیر بود و حتی با افراد زیادی تونستم بالاخره صحبت بکنم. مبنی بر اینکه اتوبوس نیست، من گلایه‌ای رو نداشتم، ولی شاید حالا تأخیراتی بخواد باشه که اون هم برنامه ریزی داره میشه و بیشتر روی قیمت یکی دو نفر صحبت کردن. این رو ما خیلی برنامه ریزی کردم، من همکارانم زحمت زیادی کشیدن که این مشکل رو هم حل و فصل کنن. من حداقل در بازدید گلایه‌ای بر اینکه اتوبوس نیست و بلیط تهیه نشده نداشتم. خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات شما خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی. با شما خداحافظی میکنم. بیش از 1000 موکب در مسیرهای منتهی به مشهد و در اطراف حرم سامن الحجاج در حال خدمتند. خادمان زائران بیشترشان ایرانی اند، اما در میان آنها خادمانی از دیگر کشورها هم هستند. ساعة 10:30 وصول الشخصية التي دخلت من هذا الباب. ساعت‌های 10:30 شب بود که اومدن داخل موکب. اینجا بهش خوش آمد گفتیم، دست دادیم باهاش و اومدن تا این مکان جلو. دیگ‌های غذامون دقیقاً توی همین منطقه چیده شد. اومدن تو این منطقه صندلی گذاشته بودیم و یه جلسه برگزار کردیم. دقیقاً همینجا.
گفتن همه جمع بشن یه عکس یادگاری بگیریم با همه خودتان. مکان خالی باش با من خالی. این روایت مهندس ماجد از خادمان عراقی زائران امام رضاست. تو زندگی هر چی خیر نصیب من شده از طرف امام رضا بوده. آخرین توفیق همین خدمتی بود که ازشون مدد خواستیم و امام رضا بهمون داد. از سال 2004 یعنی 20 سال قبل خادم امام حسین شده و حالا 3 ساله که خادم زائران امام رضاست. هر بار قبل اینکه بخوام خدمت اربعین رو شروع کنم میام و از امام رضا اجازه میگیرم. از برکت این خدمت هم میگفت من با امام رضا تجارت نکردم که بگم یه دلار خرج میکنم عوض شما چند برابر بهم بده. همیشه گفتم خادمم. ولی فکر میکنی که چقدر برکت به مالی میده که براش هزینه میکنیم؟ 20 برابر؟ 30 برابر؟ خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. یعنی اکثر؟ خادمای این موکب خیلی هاشون کارمندای شرکت منن و از همین حالا اسمشونو برای سال دیگه می نویسن. این غذا دادنا فقط بهونه است که برای دیدن امام رضا با همین خدمات حداقلی بتونه بیاد و زیارت کنه. ما اینجاییم برای اینکه توی افزایش تعداد زائرا موثر باشیم. من 3 پسر دارم و 5 دختر. نوه‌هام اسمشون علیرضا، محمدرضا و رضاست. و هر پسری که به دنیا بیاد بازم اسمش باید رضا داشته باشه. رضا. از بچگی محبت ذره ذره تو جون ما رفته. تا امیدوارم از کار کردن به امام رضا خسته نشم. دلمون نمیخواد برگردیم. سخت‌ترین بخش خدمت واقعا. ساعت شروع به کار کارکنان دولت از فردا 15 شهریور به روال عادی باز می‌گردد. بنابر اعلام سازمان اداری و استخدامی ساعت آغاز به کار بانک‌ها 7:30 دقیقه صبح است. کارکنان دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و همچنین بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم ساعت 8 صبح آغاز به کار می‌کنند. کاهش ساعت کاری ادارات برای صرفه‌جویی در مصرف برق از 15 خرداد آغاز شد. به گفته سخنگوی صنعت برق اجرای این طرح موجب صرفه‌جویی 1420 مگاواتی شد. انتخاب رشته آزمون سراسری آغاز شد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از امروز چهارشنبه تا یکشنبه 18 شهریور می توانند در پایگاه سنجش نقطه ORG انتخاب رشته کنند. هر داوطلب می تواند 150 رشته محل انتخاب کند. در کنکور سراسری 1403 1,030,537 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. سامانه انتخاب رشته مجازی هم برای مشورت در دسترس داوطلبان است. از امروز همچنین ثبت نام و انتخاب رشته داوطلبان در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بدون آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آغاز می شود. این روزها هر ایرانی از هر جای کشور دل را روانه مشهد و رضا کرده است. ردای امامت عتیق بود که بر دوش او نشست، قدمت داشت. زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن. کلهم نور واحد. انسان 250 ساله آن روزها در حوالی 150 سالگی قدم بر می داشت. آن مرد متولد میانه های زیقده به حساب سال و ماه 35 سالگی را رد کرده بود که امام شد. امام رؤوف. امین خدا مخاطب خاص این نجواها و این نجواها، جز آن که ریسمان مقدس اتصال زمینی‌ها با اهل آسمان است، جز کردار و کلمه‌هایش که بنای اخلاق و شریعت و احکام را در مکتب محکم کرد، یک عصر مبارزه حاد سیاسی داشت. رضا رضا رضا. زائر هر ساله حرم، راویان انسان 250 ساله میگوید گرچه در توصیف و توضیح آن دو وجه دیگر آن معنویت و مکتب سازی هم کوتاهی ها شده، اما سیاست ائمه شأن دیگری دارد. سیاست ائمه چی بود؟
اینی که امام با همه اون مقامات، با همه اون مرتبت الهی که داره و امانت الهی که دستش هست، اکتفا کنه به این که مثلا یه مقدار احکام بگه و مقدار اخلاق بگه، این به نظر اصلا قابل فهم نیست برای انسان وقتی که درست توجه کنه. اینا هدفهای بزرگی داشتن، هدف عمده اونها هم این ایجاد جامعه اسلامی. او که مکرر غبار از پیچ و خم‌های این ظریف برداشته میگوید، غبار را باید از شرح سیاست ورزی صاحبان ردای امامت برداشت. استاد جلیل تجلیل، مترجم، مصحح و استاد زبان فارسی دانشگاه تهران، در جمع دوستداران و شاگردانش تشییع و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. دکتر تجلیل که در 90 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت، استاد تمام و بازنشسته دانشگاه تهران بود. آثار بسیاری دارن که ما در دوره ارشد و دکتری اونها رو خوندیم، ولی میتونم بگم یکی از آثار بزرگ ایشون استاد پروریشون بود. مقالات بسیار فراوانی داره ایشون، چون استاد مسلم در زبان عربی و فارسی بودن، عروض و قافیه هم تدریس می‌کردن و کتابی هم دارن در جبه عروض و قافیه. از اینجا یعنی شهر تبریز برخاسته بود دکتر جلیل تجلیل. متولد سال 1313 بود. مدرسه‌اش که تمام شد، تحصیلات دینی را در حوزه علمیه تبریز ادامه داد و در دانشگاه تهران ادبیات فارسی خواند. دکتر تجلیل پا به پای تحصیل و تدریس در رشته زبان و ادبیات فارسی، فلسفه و منطق و صرف و نحو را هم خواند و دانشگاه تهران خانه او شد. دانشگاهی که کتاب‌های او از آنجا برخاست. تألیف‌هایی چون معانی و بیان، جناس در پهنه ادب فارسی و شرح درد اشتیاق، همراه با آثاری در زمینه تصحیح و ترجمه. ترجمه از زبان عربی نیز از علایق مرحوم استاد دکتر تجلیل بود. ترجمه اسرارالبلاغه جرجانی و ترجمه القدیر و ترجمه‌های دیگر نشان دهنده این علاقه است. نگاهی به فعالیت‌های اجرایی دکتر تجلیل در طول چند دهه، از عضویت در مراکز تخصصی ادبی تا هیئت تحریریه نشریات را خبر می‌دهد. گاهی وقتا دشوارترین درس‌ها و درس‌هایی که چه بسا دانشجو حوصله شنیدن اون رو نداشت، ایشان آنچنان به زیبایی، شیوایی، مثلا درسی مثل عروض، بعضی از دروس عربی، خاقانی مثلا، آره ایشان خیلی زیبا و خیلی دلنشین می آموخت و خود این شیوه معلمی ایشان بسیار آموزنده بود. دکتر تجلیل که از مفاخر ادبی روزگار ما بود، در سال 1385 به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد و آثار او حالا یادگارهای استادی است که هم فنون و صنایع ادبی را شامل می شود و هم با نگاهی عمیق و محققانه راهگشای دانشجویان جوان برای مطالعه و درک کتابهای ادبی ماست. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران میگوید همه نیاز شهرداری به دوربین‌های کنترل ترافیک از داخل کشور تامین شده و هیچ خرید خارجی تا کنون صورت نگرفته. تولید کنندگان دوربین‌های هوشمند کنترل ترافیک هم میگویند با توجه به توانمندی داخل در تولید انواع این تجهیزات، تفاهم با خارجی‌ها برای واردات ضربه به تولید داخلی است. دوربین‌های کنترل ترافیک هوشمند، چشم‌های شیشه‌ای که چند سالی است کمک کار پلیس شدند. هدف اصلی این نوع سامانه‌ها کاهش سوانه رانندگی هستش و نظم ترافیکی. اثرات انسانی رو حذف کرده و به شکل اتومات، و اینا میتونستن مثلا در روز تا حتی مثلا 100,000 تا خودرو رو کنترل کنن. محصولی که در یک دهه اخیر توانستیم در تولید آن خوش بدرخشیم. امروزه که ما باشون به شما صحبت میکنیم، محصولاتی داره تولید میشه که چه از بعد قیمتی و چه تو از بعد مشخصات فنی و دقت عمل کردی قابل رقابت با
برندهای مطرح دنیا هستش. محصولی داریم تولید میکنیم که تاییدیه اتحادیه اروپا رو داره، پتانسیل صادراتی داره. عمده مشتری این دوربین ها دستگاه ها و نهادهای دولتی هستند، یا توسط شهرداری ها در کشور، یا توسط وزارت راه. سامانه ها توسط مجموعه های شبیه مجموعه ما داره تامین میشه. تولید کننده های این دوربین های کنترل ترافیک هوشمند میگویند توان تامین نیاز بازار داخل را دارند. با توجه به زیرساخت قانونی که در این حوزه وجود داره، شرکت ها به راحتی قابلیت تأمین این حوزه نیاز کشور رو دارن. اما اردیبهشت امسال خبرهایی از یک تفاهم 400 میلیون یورویی با چینی ها برای خرید دوربین های کنترل ترافیک به سرخط خبرها آمد. چند ماهی است پیگیر شفاف شدن این تفاهم از شهرداری تهران هستیم، اما بعد از چند ماه به این پاسخ ارسالی از آنها رسیدیم. مشخصا تا حد امکان جایی که بتونیم خریدهامون رو نه تنها در حوزه دوربین، در سایر حوزه ها تولید داخل استفاده میکنیم. مشخصا کارگروه اقتصاد مقاومتی داریم و این کار رو میبریم با بنورای تولید داخل انجام میدیم. تا الان هم ما خرید دوربین از چین نداشتیم، یعنی از توان داخل استفاده کنیم. هرچند تا کنون تفاهم واردات دوربین های هوشمند به قرارداد تبدیل نشده، اما تولید کنندگان هر گونه واردات را با وجود توانمندی تولید داخل به زیان کشور می دانند. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و از سیما. چند خبر دیگر هم از کشورمان. 400 خدمت شایع درمانی در انتظار اصلاح شیوه پرداخت. رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت برای جلوگیری از مواجهه بیماران با نرخ‌های مختلف در خدمات درمانی، باید شیوه پرداخت خدمات شایع بر اساس برنامه هفتم اصلاح شود. محمود مصدق، نوه دکتر محمد مصدق، رهبر ملی شدن صنعت نفت، درگذشت. محمود مصدق متولد 1313، فوق تخصص زنان و ناباربری بود و تا زمان فوت در ایران زندگی میکرد. فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش گفت سارق بیش از 3 میلیارد تومان طلا در کمتر از 24 ساعت پس از سرقت دستگیر شد. اموال سرقت شده به صاحبان آنها برگشت داده شد. با توجه به اقدامات فنی و بازجویی فنی که انجام شد، اعتراف به دو فقر سرقت کردن و کسی هم که مادخری کرده بود شناسایی شد و دستگیر شد و پرونده قضایی تشکیل و جهت رسیدگی به مقام محترم قضایی ارجاع شده است. بر اساس آمار گمرک، پارسال حدود 350 میلیون دلار خرمای ایرانی صادر شد. رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفته در صورت برطرف شدن مشکلات صادرات، این رقم میتواند به 1 میلیارد تومان برسد. بر اساس آمار سازمان خاربار جهانی فاو، ایران در سال گذشته سومین تولید کننده خرما در جهان بوده. حالا آنطور که انجمن ملی خرمای ایران اعلام کرده، سالانه در کشور حدود 1,300,000 تن خرما برداشت می شود. در مقام دوم از لحاظ تولید در دنیا بعد از مصر، اما از لحاظ تنوع در دنیا اوله. اما دومین تولید کننده خرما در جهان در جایگاه چهارم صادرات خرما نشسته. متاسفانه بخشنامه های خلق و سایه‌ای بوده که در خصوص ممنوعیت یا وضع عوارض بر صادرات خرما بوده که همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و در واقع افزایش مصرف خرما، چند سالی هست متاسفانه مرسوم شده که یا جلوی صادرات رو بگیرن یا در واقع عوارض بر صادرات محصول خرما ببندن. دستورات یک شبه صادر شده در بحث ممنوعیت و محدودیت صادرات خرما، متاسفانه تا 1-2-3 سال بعد اون دچار ضربه بودیم. عدم اعتماد بازارهای هدف ما و همینطور صادرکننده های ما باعث میشه که این مسئله در سالهای بعد خودش رو نشون بده. اقداماتی که مغایر با آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مدیریت کسب و کار است. در واقع دولت موظفه 1 ماه حداقل قبل از اجرای ممنوعیت، از جمله ممنوعیت صادرات خرما، به اطلاع کشاورز برسونه، به اطلاع صادرکننده برسونه که در واقع بتونه یه حداقل زمانی رو داشته باشه واسه اینکه اون تعهداتی که به خریدار خارجی در واقع سپرده رو ایفا بکنه. ماده 30 هم بهش اضافه شد. ماده 30 میگه که هر مقرر جدید 15 روز قبلش باید توی سایت ماده 30 اعلام بشه تا فعالای اقتصادی نظرشون رو بگن،
و تغییر مقررات با نظر فعال اقتصادی انجام بشه. رئیس انجمن خرما میگوید بدون این مشکلات ظرفیت داریم صادراتمان را بیش از دو برابر کنیم. اینو افزایش بدیم تا 1 میلیارد دلار. تنوع بخشی هرچه بیشتر به بازارهای صادراتی ماده 101 برنامه 7 است. راضی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما. پرورش 8 نوع انگور در 1 مزرعه. باغدار ملایری توانسته با استفاده از نهال‌های اصلاح شده و روش‌های نوین 8 نوع انگور را در 1 مزرعه پرورش دهد. 3 سال پیش به این فکر افتاد که دستی بر تولید داشته باشد. قبلا در استان‌های جنوبی کشور مشغول به فعالیت بودیم. آقای جوادی در گام نخست با استفاده از نهال‌های اصلاح شده پژوهشکده انگور ملایر با روش‌های نوین 8 نوع تاک را در مزرعه خود پرورش داد. شامل رقم‌های الماس، رخشا، صائب، پردیس، زرین، یاقوت کبود، عقیق و سروش بود. تاکستان‌های سنتی معمولاً 5 ساله به بار می‌نشینند، اما تاکستان آقای جوادی بعد از 2 سال محصول داده است. این نهال‌ها 2 سالن، یعنی ما 2 سال پیش موقعی که این نهال‌ها رو به محل منتقل کردیم که کشت کنیم، یک نهال در حدود 10 سانتی بود. این خوشه های انگور بعد از ترکیب چندین نوتاک با اصلاح ژنتیک به بار نشسته است. مزیتی که اینا دارن ارقام تازه خوری می باشن. 2 تا از این ارقام شامل رقم الماس و زرین 2 منظوره هستن، خشکواری و تازه خوری می باشن. درشت‌تر شدن حبه، قند بیشتر و بیدانه بودن و طعم بهتر از مزایای این خوشه‌ها به شمار می‌روند. دانه ندارن و کشورهای عربی خیلی مشتاق به استفاده از این انگورها هستن. بیش از 90% انگور تولیدی ملایر با تبدیل شدن به پشمش تیزابی به خارج از کشور صادر می‌شود. اما آقای جوادی با ساخت سردخانه‌ای در کنار کار کشاورزی به دنبال نگهداری این محصول و صادرات آن به صورت تازه‌خوری است. پروژه‌ای که در حال ساخته، سرطانه 5000 تنی با محوریت و نگهداری انگور. تولید ارقام جدید تازه خوری انگور بر پایه پژوهش و دانش میتواند باغداران را برای افزایش درآمد در شهر جهانی انگور امیدوارتر کند. محمد معصومی، خبرگزاری صدا و سیما. امروز چهارشنبه 14 شهریور 30 صفر 4 سپتامبر است. در پایان این مجموعه خبری با آگاهی شما می رسانم. در تهران غروب آفتاب ساعت 18:27، از آن مغرب ساعت 18:45 و نیمه شب شرعی ساعت 23:20 خواهد بود. پایان بخش خبری ساعت 14. بسیار متشکرم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.